دانشمندان پروژه روزتا با پخش نخستین تصاویر ارسالی کاوشگر فیله از سطح چوری دوشباری های عملیات فرود بر این ستاره دنبال دار را توضیح دادند با وجود موفقیت عملیات فرود هنوز محل دقیق استقرار فیله بر سطح چوری معلوم نیست به ویژه که فیله پس از نخستین تماس با سطح چوری دو بار از جای خود بلند شده و فرود آمده است اشتفان اولمک مدیر عملیات کاوشگر فیله گفت حالا بهتر میفهمیم که چگونه به اینجا رسیدیم البته دقیقا نمیدانیم کجا قبلا گفتم شاید دو بار روی سطح فرود آمده ایم ولی باید بگویم سه بار بوده است به این ترتیب شمار دفعات فرود سیری سعودی را طی کند. تصاویر ارسالی نشانگر وجود خاک سنگ و صخره بر روی ستاره دنباله داره چوری کشف ماهیت مواد تشکیل دهنده این اجسام مرحله بعدی ماموریت دانشمندان است. آندرا آکوماتسو مدیر عملیات پرواز این پروژه گفت ماموریت تمام نشده. خودمان را برای روزها، هفته ها، و حتی چند سال آینده آماده می کنیم. آرزو می کنم باز هم درباره این ماموریت رویایی، این گروه فوق این ستاره دنبالدار پر رمز و راز و شگفتی های بیشتر دنیای دانش صحبت کنیم. جرمی ویکس خبرنگار یورو نیوز در دارمشتات میگوید افرادی که اینجا هستند شروع به دریافت تصاویری شگفتانگیز از سطح ستاره دنبال دار کردند کاوشگر کرد دقیقا در جایی که دانشمندان انتظار داشتند فرود نیامد اما مهم نیست این یک عملیات فوق العاده است به خاطر داشته باشید که روزتا پرواز خود را در مدار ستاره دنبال دار در سال 2015 ادامه خواهد داد